در آخر چیزی که میخوام بگم و تشویقی باشه برای همه ما اینه که شروع کنیم به راستگو بودن. شاید کلیشه باشه برای خیلی ها، ولی بیایم یه مقدار از این حالت کلیشه درش بیاریم و نگاه کنیم به کلام خدا که قبل از اینکه کلیشه بشه اعمال مقدسین بوده، قبل از اینکه بخواد به مسخره کشیده بشه کاری بوده که مشخصه الهی بوده که همواره حقیقت گفته بشه. من خودم روزی تو زندگی ایمانیم تصمیم گرفتم که دیگه دروغ نگم، نه دروغ برای 5 دلار، نه دروغ برای 1000 دلار یا بیشتر. و دوام اینه که خدا من در تجربه نیاره، من در آزمایش نیاره، چون از خودم مطمئن نیستم، ولی به فیض خدا تونستم تو امروز این کار رو ادامه بدم. و برای همینه که میخوام تشویق کنم که همه با هم بیایم راست بگیم، حقیقت رو بگیم. وقتی در جای قرار میگیریم با مقامات دولتی برای مثلا سنترلینگ یا جایی که بخوام مثلا برای ما کر فراهم کنن، که ما شاید با یک دروغی میتونیم پول بیشتری بگیریم، اون لحظه شاید همه رو بتونیم ما گول بزنیم، ولی خداوند از آسمان داره میبینه ما رو و گناهه. مالیات پرداخت کردن، عیسی مسیح گفت مال قیصر رو به قیصر بدهیم، مال خدا رو به خدا. ما نه مال قیصر رو به قیصر میدیم، نه مال خدا رو به خدا میدیم. در محل کارمون، در روابط اجتماعیمون بیایم راستگو باشیم، بیایم بله ما بله باشه، نه ما نه باشه و فقط طرف حساب ما خدا باشه. نکته آخری که میخوام بگم با این صحبتمون رو تموم کنیم اینه که این راستگویی در ازدواج، قسم نخوردن علکی، بلکه همیشه ما حقیقت رو بگیم در ازدواج خیلی بحث مهمیه. و حتی زمانی که بچه وارد میشه، که در مسائل روانشناسی شما کاری نداریم، چون مسائل روانشناسی وجود داره که اگه بچه دور بگه بچه اعتمادش از دست میده نسبت به پدر یا مادر، ولی زمانی که من در ازدواجم، در رابطه با فرزندانم یا در محل کارم قسم دروغ میخورم، همیشه راستگو نیستم، به حقیقت رو نمیگم، این نشون میده که راه رفتن من با خدا مشکل داره. این نشون میده که در ایمانمون هنوز به اون بلوغ نرسیدیم. و اگر بچه من یه روزی رو در من ببینه، از اون خدایی که من همیشه بهش میگفتم دور میشه. اشخاصی که بیرون ما رو میبینن که به عنوان مسیحیت ما میایم حرفای قشنگ بهشون میزنیم، از زندگی ما میبینن که حقیقت رو بیان نمیکنیم همیشه، و میگن خب تو با این خدای حقیقت چطور رابطه داری و چطور تبلیغ میکنی ولی خودت در این حقیقت زندگی نمیکنی. پس تشویقی که نمیکنیم برای اینه که کمک کنه به همه ما و جامعه مسیحیت که خدایی که حقیقته خدای نکرده با اینکه ما حقیقت رو نگیم به این جلالی که باید برسه نرسه و باعث تخریب و عدم اعتماد نشیم. ریشه راستگویی، ریشه اون راستگویی که ما در صحبت داریم در راه رفتن. در آخر چیزی که میخوام بگم و تشویقی باشه برای همه ما اینه که شروع کنیم به راستگو بودن. شاید کلیشه باشه برای خیلی ها، ولی بیایم یه مقدار از این حالت کلیشه درش بیاریم و نگاه کنیم به کلام خدا که قبل از اینکه کلیشه بشه اعمال مقدسین بوده، قبل از اینکه بخواد به مسخره کشیده بشه کاری بوده که مشخصه الهی بوده که همواره حقیقت گفته بشه. من خودم روزی توی زندگی ایمانیم تصمیم گرفتم که دیگه دروغ نگم، نه دروغ برای 5 دلار، نه دروغ برای 1000 دلار یا بیشتر. و دوام اینه که خدا من در تجربه نیاره، من در آزمایش نیاره، چون از خودم مطمئن نیستم، ولی به فیض خدا تونستم تو امروز این کار رو ادامه بدم. و برای همینه که میخوام تشویق کنم که همه با هم بیایم راست بگیم، حقیقت رو بگیم. وقتی در
جایی قرار میگیریم با مقامات دولتی برای مثلا سنترلی یا جایی که بخوام مثلا برای ما که فراهم کنن که ما شاید با یک دروغی میتونیم پول بیشتری بگیریم. اون لحظه شاید همه رو بتونیم ما گول بزنیم، ولی خداوند از آسمان داره میبینه ما رو و گناهه. مالیات پرداخت کردن، عیسی مسیح و مال قیصر رو به قیصر بدهیم، مال خدا رو به خدا. ما نه مال قیصر رو به قیصر میدیم، نه مال خدا رو به خدا میدیم. در محل کارمون، در روابط اجتماعیمون بیایم راستگو باشیم، بیایم بله ما بله باشه، نه ما نه باشه و فقط طرف حساب ما خدا باشه. نکته آخری که میخوام با این صحبتمون تموم کنیم اینه که این راستگویی در ازدواج، قسم نخوردن علکی، یعنی همیشه ما حقیقت رو بگیم، در ازدواج خیلی بحث مهمیه. و حتی زمانی که بچه وارد میشه، که ما در مسائل روانشناسی شما کاری نداریم، چون مسائل روانشناسی وجود داره که اگه بچه دروغ بگه بچه اعتمادش از دست میده نسبت به پدر یا مادر. ولی زمانی که من در ازدواجم، در رابطه با فرزندانم یا در محل کارم قسم دروغ میخورم، همیشه راستگو نیستم و حقیقت رو نمیگم، این نشون میده که راه رفتن من با خدا مشکل داره. این نشون میده که در ایمانمون هنوز به اون بلوغ نرسیدیم. و اگر بچه من یه روزی رو در من ببینه، از اون خدایی که من همیشه بهش میگفتم دور میشه. اشخاصی که بیرون ما رو میبینن که به عنوان مسیحیت ما میایم حرفای قشنگ بهشون میزنیم، از زندگی ما میبینن که حقیقت رو بیان نمی کنیم همیشه، و میگه خب تو با این خدای حقیقت چطور رابطه داری و چطور تبلیغ میکنی ولی خودت در این حقیقت زندگی نمی کنی. پس تشویقی که نمی کنیم برای اینه که کمک کنه به همه ما و جامعه مسیحیت که خدایی که حقیقته، خدایی نکرده با اینکه ما حقیقت رو نگیم به این جلالی که باید برسه نرسه.